درود. در این برنامه همایون جهانشاهی تنبک، مهرزاد اعظمی کیا کمانچه و بابک ساسانیان آخرین فرمان روای تفلیس. بسیار عالی، سپاس. قطعات اصیلی رو اجرا کردن. ساخته خودتون بود؟ این قطعه ساخته خودم. بسیار عالی، شما هم خیلی خوش اومدین. و جالبه که بچه‌ها کارشون موسیقی حرفه‌ایه ولی هیچ کدوم رشته رو نخوندن. شما آلمانی خوندی درسته؟ بله، ترجمه زبان آلمانی. مترجم هم هستی؟ مترجم زبان. خواستی بهشون مراجعه کنید. ایشون هم جامعه شناسی خونده. شما خوب هستین؟ جامعه شناسی سال چندم هستی؟ الان دیگه ترم آخره. ترم آخره به خاطر من اومده این ور که بنوازید. خیلی مشکه. ولی خب تنبک هم دیگه از کودکی. پشت میز دانشگاه هم از مدرسه. ز گهواره تا گور، ان شاءالله گورش 50 سال دیگه باشه. با تنبک بریم تو گور. تام بحث گور شد. می‌خوام نگاهی بکنیم به یک گوری در همین اطراف همینجا پیدا شده بوده. مال دوران ساسانیان و خیلی داستان عجیب و مرموزی داره. دوستان قطعه دیگه هم از شما بشنویم اگه میشه که با ساز شما مشرف بشیم. با نوای کمانچه و تنبک وارد موزه تفلیس میشیم، جایی که اشیاء گرانبهای ایرانی هخامنشی و ساسانی که در گورهای اشراف محلی بوده به نمایش گذاشته شده. در زمان هخامنشیان گرجستان پیمان صلح با ایران داشت و با پرداخت فقط مالیات آزادانه دین، زبان و اقتصاد خودش را اداره میکرد. اما در زمان ساسانیان ورق برمیگرده. یکی از کارشناسان تاریخ ایران گرجستان موزه، خانم مده اتسیلیا، گفت چرا؟ روی یه سنگ نوشته که از شاهپور اول شاهنشاه ساسانی به جا مونده، نوشته شده که شاهپور مردم ایبریا یعنی گرجستان رو به دین زرتشتی آورد. شاهپور اول و قباد اینجا رو تسخیر کردند و همه روش‌های مملکت‌داریشون رو در اینجا اهمال کردند. تنها پول رایج سکه‌های ساسانی شد و مذهب رسمی فقط و فقط دین زرتشتی. ساسانیان تأثیر مستقیمی در فرهنگ و رسوم مردم گرجی داشتند. از همون زمان بود که نام‌های ایرانی بین گرجی‌ها متداول شد تا اینکه عرب‌ها آمدند.
نزدیک به 500 سال ساسانیان به ایبریا یا گرجستان امروز حکومت کردند و یکی از فرمان روایان یا ساتراب‌های معروف و مقتدرشون پاپک یا همون بابک نامی بود. گورش را اخیراً در مسقطا پایتخت پیش از تفلیس پیدا کردن. در بشقاب نقره‌ای در این گور عکس نیمروخش رو میتونیم ببینیم با کلاه و زیور آلات مرسوم مردان ایرانی اون زمان. ولی جالبتر از تصویرش گردنبندی هست که در اون گور پیدا کردند. ببخشید، این گردنبند بابک بوده، ساتراب یا شهردار یا حاکم این شهر در دوره ساسانی. و جالبه که در اون مرکزش میان وقتی اینو پیدا کردن و باز کردن یک عطری بیرون زده، یعنی در داخلش بقایای یک عطری بوده که این به گردنش مینداخته و بو میکرده. Yes. من در کوچه پس کوچه های شهر قدیم تفلیس هستم، در دامنه کوهش. البته شهری که از 1500 سال پیش شروع کردن ساختنش. من اینجا اومدم تا واقعیت رو پیدا کنم، اینکه آیا ایرانی ها دوستان این مردم بودن یا دشمنانشون، زورگویان یا همشهریانشون. آیا ایرانیان با حکومت های گذشته گرجستان رو ساختن یا خراب کردن؟ اینجا یک کتابی رو دارم که خانم مدا زلیه که در موزه ملاقاتش کردیم، این کتاب در مورد سکه های ساسانی گرجستانشه. خیلی جالبه، توی کتابش این نقشه هست که خیلی گویای اتفاقات اواخر دوره ساسانیه. نقشه خیلی خوبی تو این کتاب هست. گرجستانه و اینجا تفلیس. نیروهای ساسانی نصف این کشور رو داشتن و نیروهای بیزانس یعنی روم مسیحی شدن در این سو. با واسه اینکه شاپور اول والرین امپراتور روم رو شکست میده و کل این منطقه رو تصاحب میکنه، در نهایت مسیحیت رومی برنده میشه، ساسانی ها رو کنار میزنه و آتشکده های ساسانی از بین میره و کلیساها برپا میشه. اما هنوز یک آتشکده زرتشتی در دامنه کوه تفلیس پابرجاست. لای پسکوچه های باریک و خانه های چوبی پیداش کردن. نوشه آتشگاه یا معبد آتش. نوشه که تاریخ نشون میده که ایرانی ها این آتشکده رو اینجا ساختن. آتشکده ای که در دوران صفوی به مسجد تبدیل شده بوده و بعدن همین چند سال پیش دوباره دولت گرجستان رو حفظ کرده، به صورت اولیهش ترمیمش کردن. ولی همیشه میگن حتی وقتی هم که مسجد بوده اینجا اسمش بوده آتشگاه بین مردم این محل که روی دامنه کوه هستی. چقدر این آتشکده زیبا بوده، برای اینکه روی تخت سنگ آجرها رو چیدن، بسترش رو درست کردن و بعد آتشکده رو. خیلی جالب، این آجرهای دوره ساسانیه یعنی، و به احتمال هم خود ساسانی اینو ساختن. بریم در رو بزنیم. جالبه که این آتشکده در حیات خونه یک خانواده گرجی بوده که نسل اندر نسل اینجا بودن و این خونه بهشون به ارث رسیده. با هم دیگه رفتیم داخل آتشکده رو نگاه کنیم که تازگی ها مرمت کرده بودنش. اینجا حیات بازی نوه ایشونه. با توفنگ ساچمه از این هدف توپ هم اومد بالا. چه جالب، در همینجا ازدواج کردن پیمان، نینا و آلما، اسم کسایی که اینجا بودن. البته انگار ازدواج در این آتشکده مرسوم هنوز و رسم دیگری هم از زمان ساسانی تا امروز اینجا پا بر جاست که صابخونه منو برد نشونم بده. خبری اینجا شاید روبه
سرداب قدیمی اینجا هست که الان تو شراب میذارن و ترشی ها و رباش شراب انداختن. شراب خوبش میشه این تو یک مخفیگاه. اینم پنجره که از بیرون من دیدم، حد زدم مالای همین آتش کرده باشه. تفلیس، اینم تفلیسه که زمانی که اینو ساختن این آتش کرده رو جنگل خالص بوده، شاید چند تا خونه و قصر بیشتر اینجا نبود. و جالبه که کمانچه جزو سازهای ملی این کشور هست، شاید از اون زمان باقی مونده و دوباره صداش در این شهر تنین میندازه. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنید که توأم شده با تاریخ گم شده از ما. درست نمیگم؟ خوش نمیاد؟ چرا عالیه؟ حسی گرفتین؟ باشم با تو حرف بزنم. اگه حرف نزنم میگن چرا با اینا حرف نزنیم با این بچه ها. این تنها صندلی بود که چی پیدا کردم. مال نوزاد هاست. بخیر خوشبختم بچه ها. من میخوام از شما جامعه شناسی اشنام زبان آلمانی رو یاد بگیریم در عرض این 3 دقیقه آینده. مطمئنم که میتونیم کارو کنیم. شما از من گلارایی رو میتونید یاد بگیرید. خب حامد جان، شما دانشگاه هستی جامعه شناسی و این داستان تنبک چی بود به اینجا کشید؟ خب اول تنبک بود بعد جامعه شناسی اتفاق افتاد. پس اول مرغ بود بعد تخم مرغ. بله بله. چون تخم مرغ اصلا خب ارتباط تنگاتنگ موسیقی با جامعه شناسی بهش خیلی اعتقاد دارم. جدی چه ارتباطی می‌بینی برای من؟ جالبه اتفاقا. خب میشه گفت که موسیقی توی متن جامعه همیشه بوده و هست و میشه به عنوان یه مؤلفه خیلی مهم از جامعه بررسیش کرد. تمام بحث شد واسهتون با موافقم. میگم موسیقی زبان یک فرهنگه، فهم موسیقی نیست، یعنی طرز فکر، تغییرات توی جامعه هم حتی. دقیقاً. پس از شما کتاب‌های خواهیم دید. یه بیشتر سه از این چیز روی اینستاگرام مینویسی، چهار خطی. این بهتره. چهار خطی نه، هفت خطی. خیلی که حوصله خوندن داره. همون خط اولش هم همیشه من میخونم میگم همین برای من توضیح بده چی شد. ماشاءالله عمق دیگه. شما هر کلمه میره تا اون ابدیت. بریم حالا با شما صحبت کنم. من کار شما رو قبلا رو اینترنت به صورت تبلیغ آگهی یکی از کنسرتاتون بود. گفتم بچه‌ها چقدر کارشون جالبه. سلام، خیلی خوشحالم و مطمئنا راه طولانی خواهید داشت. شما هم که آلمانی رو رفتش با کمونچه میتونید تو لهجه کمونچه شما نمیشدید. فقط بحث زبان و کمانچه و موسیقی نیست. الان توی این زمانی که الان ما داریم زندگی میکنیم به نظرم اگه موسیقیه
تنها باشه نمیتونه موفق باشه. آره یک موزیسین یعنی قطعاً باید همراه با زبان باشه، قطعاً همراه با ارتباطات باشه و بتونیم معرفیش کنیم. بیشتر استفاده برای موسیقیمه. بله. یعنی اونقدر درآمد خاصی از زبان حالا توی کشور خودمون نمیشه داشت، ولی خیلی به دردم خورد. یعنی خیلی برام مثبت‌تر بود که زبان دو تا زبان خوب بلدم نسبت به اینکه مثلا فقط ساز بلدم. امیدوارم در آینده در آلمان شما کنسرت بدید که خیلی به نفع ما میشه. من سال گذشته آره یه توری داشتم با گروه کلانگ ولتن. کلا بچه‌ها آلمانی‌ان و سبکشون مورد میوزیک. و ما توی آره 22 تا شهر از آلمان اتفاقا کنسرت داشتیم. برای شما خیلی جذاب باشه نوع کمانچه‌ای که میزنی؟ یعنی برایشون جذاب بود، میمدن میگفتن ای چه جالبی، آره آره میچرخه و شبیه ویولونه ولی صداش فرق میکنه. شعالی. اکثر جا مثلا من حتی یه آوازی خیلی کوچیک میزدم ولی مسخ میشن، یه جوری مسخ میشن. خیلی عالی. شما تومبکتون خیلی جالبه، این سبکایی که گرفتین استادا کیا بودن؟ گوشی کار کردید؟ من خب اول که شرایط خانواده خیلی مهیا بود برای یادگیری موسیقی، پدرم استاد خوشنویسی هست. بعد هیچ وقت یاد ندارم که دست به قلم شده باشه برای نوشتن بدون اینکه صدای موسیقی نباشه. جدی؟ عالی. بعد خب خیلی مشوق من بود پدرم و مادرم که برم دنبال موسیقی، ولی خب دستمو باز گذاشتن برای انتخاب کردن. شما خانواده عجیبی دارین. اول منم تشویقش کردم بعد دستشون باز گذاشتن. یعنی نه که برو پیانو و گیتار یاد بگیر، بتونی تو خیلی. و شما تنبک رو انتخاب کردید؟ آره تنبک انتخاب. چند سال میگذره از اون شروع؟ از 8 سالگی شروع کم تقریبا 16-17 سال. و سبک شما مخلوط با آینده اون هاست، یعنی که اصلا فقط الهام گرفته و چیز خود است؟ میتونم بگم یک سیر تکاملی از تنبک قدیم و جدید رو سعی میکنم ارائه کنم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. و شما خانواده‌تون اهل موسیقی هستن؟ آره. حسابی؟ پدر استاد آواز قدیمی اصفهان یعنی سابقه دار، برادر تار و ستار و من توی این خانواده بزرگ شدم. از اول پدر تصمیم گرفت که یه ساز کششی هم توی خانواده باشه. آره توی خانواده باشه که شبا قشنگ موسیقی زنده خوب بتونید داشته. برنامه رو ادامه بدیم. قسمت های دیگه دیدیم از یه آتشکده ساسانیان. آخرین آتشکده ساسانیان توی تفریس بوده. خیلی داستان عجیب و جالبی داره. منم کرسی نوزادی خودم رو میبرم. عالیه. به صورت اینجوری خیزم. ادامه بدیم. گذشته از آخرین باری که من اینجا بودم. اینم اون پنجره بود که از توش اومدم بیرون و یه سردخونه برای شراب بود برای این خانواده‌ای که اینجا هست. الان دارم اونجا خونه می‌سازم. مثلا کسی که اینجا نگهداری می‌کنه و صاحب اینجاست و اینجا حیاتش بوده ممکنه اجداش ایرانی بوده باشن. اینو محققی به من گفت که قرار ببینمش. آقای گوران هلو هایو Nice seeing you. Thank you. ایشون متخصص این آتشکده هستن. تاریخ‌دان هستن که در مورد این آتشکده هستن کل تفریس در دوران ساسانی کتاب نوشتن و تحقیق کردن.
و به زودی میخوام تمام این سوالهایی که تو سرم هست و باشون صحبت کنم ازش جواب بگیرم. ولی قبل از اون میخوام راجع به این راپلو دیوارش باشون صحبت کنم اگه میشه. چون انواع مختلف آجراست، خب میدم این بالاخره مال ساسانی بوده، مال قبل از این بوده یا بعدش حتی. So what is this wall? اس وسط اخلاق داوت. پایه و زیربنای این آتشکده رو معماران ایرانی ریختن. پایه آجری این بنا مثل یه سکوی در کنار کمره کوه ادامه پیدا می کرده و می رفته تا می رسیده به نارین قلعه که اون ور کوهه. این روش ویژه ایرانی ها بوده که در دامنه کوه بالای شهر یک خطی یا باریکه شهرکی رو می ساختن که دارای کاخ فرمانروا، پرستشگاه و دژ و بناهای وابسته به اونا بوده تا که از بلندی به شهری که زیر پاشون بوده نظارت داشته باشن. و این آجرچین سکو یا تختی است که از آتشکده شروع میشه و تا دژ ادامه پیدا میکنه. کاملا هم صاف و افقیه. و جالبه که ایشون یک بازسازی از این صحنه، از این کاری که اینجا بوده انجام شده دارن در کتابشون که چاپ کردن. این آتشکده یا به قول اهالی اینجا آتشگاه جزو آخرین آتشکده‌ای بود که در دوران ساسانی ساخته میشه. و حالا جالبه که توش رو نگاه کنید چون خیلی داستان ها هست. بفهمید این هم تازگی ها ساخته. بله اینجا. و این هم ماکتی از این آتشگاه زمانی که مسجد بوده. این درسته این شکلش؟ Is this correct? بله، این ماکت آتشکده در سده های اخیره که مسلمان ها به این شکل تغییرش داده بودن. این تاق‌هایی که اینجا می‌بینین قبلاً در چهار طرفش باز بوده، ولی در دوره‌های بعدی توشون رو پر کردن و دیوار کشیدن و فقط یک طرفش رو به صورت در و پنجره باز گذاشتن و یک گنبد گرد روش ساختن. گنبد اصلی قیفی شکل بوده. این آتشکده بین ادیان مختلف اصلاً یک زیارتگاه بوده و برای مردم شهر حکم یک جای تاریخی و مقدس داشته. حتی در تاریخ ثبت شده که پادشاهان بعدی در این کشور اینجا جشن‌هایی داشتن و هدیه تقدیم می‌کردن. و جالبه که پرنده اومده اینجا، قمری سفیدی که پاهاش پر داره. من کار تو عمرم ندیدم اینجا زندگی می‌کنه. مثل یک همای می‌مونه. برنامه امروز ما. خیلی سپاس از شما که همراه ما بودین، واقعا متشکر. و قسمت‌های تاریخمون هم دیدیم، امیدوارم خیلی چیز یاد گرفته باشین و پشیمون نشید از جامعه شناسی و زبان آلمانی. هنوزم مردم به شما احتیاج دارن، فقط به من احتیاج دارن. و برنامه به پای میاره با یه قطعه بسیار جالبی که اقتباس هستش از یک آهنگ افغان. من یه دوستی داشتم، دوست افغان بود، بله، رباب می‌زد. دوست حالا نوازنده حرفه‌ای نبود، این ملودی رو من ازش اقتباس گرفتم و بعد روش به قول بلاد حرفه‌ای کار کردم و بست و گسترشش دادم، شد این قطعه که خواهیم شد. قطعه بسیار جذابی هم هست، کاروان. بدرود.
Thank you.